چیز دیگه ای بابک میخوای خودت بگی؟ حرفی برای زدن داری؟ تنگی بخواه بزن نه لایک... خواستی نیست مجید اومد ها مجید رو داده وا 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 مجید باز اگه مجید خودمون نمیدونم همون مجید خود همیشگی مونی مجید خودمونه دوربین رو باز کرده آره مجید خودمونه بابا مخلصیم که سال نو تو مبارک چرکم قربونه دلمون تنگ شد که بابا این چه وضعیه دو ماهه اصلا نمیبینیم نه البته با بچه های دیگه دیسکورد رو راه انداختی اصلا داستان میشه هر شب هر شب واسه خودمون میریم الباتی بقیه هم کسایی که دارین نگاه میکنین لینک دیسکوردمون توی دیسکریپشن هست برین اینجا کسایی که دوست دارن با بقیه تو لایو چت صحبت بکنن بعد از برنامه ما حتما برید لینکش هست تو دیسکورد آره خودت هم بابا بیا کلاب هاوسیت که داریم میکنیم قرار شده مثل که بیای کلاب هاوس بعد... آره بابک قراره به هم بگه که کی بیا حالا این وقت داشتی دیسکورد هم بعد نه میارم بچه آرمین و امروز قبل از برنامه هم دوباره کوتاه در مورد کلاب هاوس صحبت کردیم من به شما هم گفته بودم اون مشکل فنی رو بتونم حل بکنم میشه این کار انجام داد البته دوستان دیگه ای که تو یوتیوب چون فقط لایف میزنن از OBS استفاده میکنن و اون مشکل حالا دیگه الان قرار آره. لازم اینو من ندارم میگم اگر دوستانی هستن که اطلاعات دارن به من برسونن که من بتونم اون مشکل برگشت صدا رو تو دیگه توی کلاپاس حل کنم آلی بیاد خیلی خوشحالم امروز اومدم دیدم هستیم اصلا فکر نیم کردم نمیدونم تو یوتیوب هم نیومده بود که لایف گفتم حالا شاید سال نوه اون دفعه هم که یه چند دفعه نشده بود اینا حالا برنامه فنی و اینا بود ببین من برای نیلوفر نوشتم نمیخوام پشت سر حرف زنی که نیستش که مثلا بگم غیبتتون رو کردم اما ازت خواهش میکنم اگه برنامه نیست از همتون حداقل تو دیسکوردی چه میدونم اون زیری یه دونه نوشته ای روز قبلش یک ساعت قبلش دو ساعت قبلش برای بچه‌هایی که به هر حال وقت گذاشته بودن اومده بودن من خودم هم که درگیر بودم الان بابکینا میدونم اصلا من زیاد نبودم این آخریای او دیسکورد شد شبا بیکار میشدیم ولی برای احترام به اون مخاطبت که الان سالهاست شاید باهاته یا یه ساله یا پنج ساله یا نمیدونم به اون بنویس که نمیتونیم به این علت فردا ندادیم مثلا یک ساعت دیگه نداریم یک ساعت چون میاد اونجا میشینن بعضی موقع من خودم چت کردم باهاشو کجا نمیدونم اون چی شد نمیدونم بعد تو میگیم بعد شما مثلا میگی که خسته بودیم نتونستیم یا مثلا مشکل فنی بود که برنامه یوتیوب نداشتیم یا برنامه بله بله برنامه های بی خدایان چند بار اینجوری شده ببین من با شقایق چت کردم خب روی تو موقعی که روی صفحه اول کانال همیشه نشون داره میده که چه برنامه‌ای قرار نه من که همه جا گشتم نبود مجید جا من عرض میکنم روز چهارشنبه مثل اینکه یه برنامه بود که هست شد بعد دوستان مثل که اطلاع نداشتن یه دفعه این برنامه هست شد سر اون دارن میگن که اگر برنامه این کنسل میشه از قبل اطلاع رسانی کنید که این برنامه اجرا نمیشه همه برنامه تایممون رو چون مشخص میکنیم وقتمون رو آزاد میکنیم برای اون ساعت چیز نشه این چشم حتما انجام میدم دوستان از این بعد به پست خود یوتیوب خودمون کانال جای ویدیوش نه قسمت پستاش بچه ها دقت نمی کنن کامیونیتیش آره دقیقا اونجا از این بعد دقت کنم من تو دیسکورد هم حتما خواهم گذاشت که هر برنامه مشکلی پیش اومد حالا چه مشکل اینترنت به هر دلیل قطع شد یا اصلا تغییر زمانی استثنا هم پیش اومد خبر میدیم اونجا چشم کاملا به نظر من درسته و مرسی مجید جان ما چون با همیم همه ما دوست داریم این کانال رشد کنه الان به مثلا به تو اصرار میکنیم آرمین بیا مثلا کلاب هاست نه اینکه بیای کلاب هاست بمونی ببین اوایلش که من اومدم بابک به من یه التیماتوم کوچیک داد که مواظب باش گیر این میشی ولی خب حالا اتفاقات و برنامه تش. کاری و اینا نذاشت اصلا من برم کلاب هاست اونجوری درگیر بشم من الان یه ماه اصلا فقط بعضی وقتی نگاه میکنم ببینم کسی چیزی فرستاده تش. یا نه کلاب هاست هم میام حتما آره اونم خیلی قشنگ میشه اگه بیا چون رشد میکنه حداقل تو چند دفعه دیده میشی بعد دنبال کننده داری بعد میگم بریم ببینیم منظورم اینه وگرنه خود کلاب هاست که حالا
حتما حتما حتما. کمکم میشه که یه سری مناظرار ببخشید کمکم میشه که یه سری مناظره ها هم با مسلمان ها بیاریم داخل یوتیوب مناظره درست. آره اگه بتونیم مسلمان ها رو اینو باید حضورت اونجا مشخص میگوش ببین. آره. شما که گفتی بابا جان شما مودریتور میخوای مثلا بشی برای اون برنامه هایی که این آرمینم میاد یا اتاقی بزنی موضوع و تاپینگ و اینات که خودت میدونی چیه، اما این تنبه میده هر کسی رو نیار بالا، یعنی نه یه نه رزومه نه. ازش بگی به اونجا به اون محله برسیم چشم حتما. مثلا تا اینجاشو شما خونده باش، چهار تا کتاب خونده باش، میای مثلا با آرمین یا مثلا وریا فرقی نمیکنه. بابا من خیلی زور میزنم که ببینم شما از صفر نگاه کردن. اگه بیاریم مسلمون وقتی میاریم امکان نداره، نصف لایف چت اعصابش خرد میشه. من میدونم هر مسلمونی بیاریم نصف لایف چت اعصابش خرد میشه. نصف لایف چت همیشه به ما میگه چرا مسلمون نمیاریم، وقتی هم میاریم بقیه نصف دیگه لایف چت چرا میگه بابا این چی بود وقتی ما رو شما تلف کردیم. خب نه آخه اگه از صفر اجازه بده ببین، اگه از صفر باشه همه لایف شد نمخه حسابش نصفش نه صفر صفر. یارو از دو چرخه و نمیدونم میگه چرخیاتی رو یکی میگردونه پس جهان هستی رو یکی میگرد. این من دیگه اصلا با این نمیتونم حرفی بزنم، ولی یکی هست آقا مسائلی داره یه ذره مثلا چهار تا کتاب خودشون حداقل خونده، بعضی هست اصلا میاد کتاب خودشم میگه کجاش نوشته کی نوشته. بابا او باید بری خب برو بخون اینا رو، داره بهت داره همه رو میگه. مثلا اون کیا پس برادر افغانیمون که اومد کیارش بود اسمش، الان اومده بود فری تینکر بود الان این دوست عزیز ما، نه الان نه که آورده بود این برای یه برنامه کاوش کاوش برنامه گذاشته بود اصلا میگم اعصاب در سطح خیلی پایین. مثلا اومده بود چی بگیم آخه، داره بهت داره آدرس میده میگه کتاب فلان در فلان جا خط فلان نوشته برو ببین، مثلا نوشته علی خر بود مثلا، آقا یارو شاکی شده بود میگفت آدرس میدم بیاین در خونمون من ببینم کی وجود داره بگه به علی. او بابا لاتبازیه مگه، داره میگه اینجا نوشته برو ببین. دعوا نداریم. من میگم با این آدم ها که نمیشه بحث کرد. میشه اونجا یه او بگه من چاقو میکشم ما بحثی هم با اینجور آدم ها نداریم. نه ببین درسته ما بحثی هم با این آدم ها نداریم، حتی الان هم هر زمانی هم ما روم داشتیم تو کلاب هاوس اینجور آدم ها بودن، فهمیدیم که همچین نگرشی دارن فرستادیمشون پایین، اصلا بحثی با این چیزا نداریم، اصلا آب تو آون کوبیدنه، ما بحثمون چیزای دیگه است، خلاصه مباحث چیز دیگه است. خب باشه اگه بچه ها زیاد هستن من میخوای منو بذار پایین. آرمین یکی از بچه ها اینجا یه کامنت گذاشته دارک امیر بخون والت ترون رو میخوان. آره میگه جمعه بخوان لطفا آدرس والت ترون رو هم برای حمایت مالی ناشناس قرار بدید، کارموز ترون خیلی پایینه. والت چی ترون؟ ترون یکی از این کریپتوکارنسی هاست فکر کنم احتمالاً. آره چرا آخه من نمیدونم شما اگه کریپتوکارنسی دارین هم آخه من چیا رو گذاشتیم. آها راستش خوب شد گفتیم، من اصلا من بلد نیستم تبلیغ، اصلا بلد نیستم تبلیغ حمایت مالی کنم. از وقتی اینو گذاشتم هیچ وقت یادم نیست که گذاشتم که بگم، چون بعضیا گفته بودن میخوان از ما حمایت مالی بکنن ولی میخوان به طور خیلی ناشناس از ما حمایت مالی کنن. بلکه یه کسی گفت اینو گذاشتم چیز والت های کیف پولای رمزارزمون رو آدرسش رو گذاشتم رو دیسکریپشن برای کسایی که میخوان به طور ناشناس این کارو بکنن. خب من شما اگه منظورش تی آر ایکس نوشته اینجا تی آر ایکس، من تی آر ایکس کدومه؟ تی آر ایکس مارکت کپ اینه معروفه این مارکت کپ تی آر ایکس. آره این شماره 26ه. آخه من از این کسی که صاحب این یک رمز ارز است خیلی بدم میاد، یه آدم خیلی مشکوکیه. حالا بابا خب بعضی از دوستان حالا چیز دارن. باشه باشه یه والا یه کیف پولی هم برای تران هم اضافه میکنیم میذاریم. آخه من موندم اگه شما رمز ارز دارین مگه نمیتونین تبدیلش بکنین؟ نه منظورش سر کارمزده، میگه کارمزدی که مثلا برای بیت کوین هست کارمزد بالاتر، این پایین ترین کارمزد رو برای نقل و انتقال داره. از مونرو هم کم خیلی باش باش ترانم میذاریم ترانم حتما چش
اکران هم میذاریم. ممنون که گفتین و ممنون که یادم آوردین که من یه حرفی هم بزنم از این که ما کیف پول رمزرز داریم برای کسایی که میخوان از ما حمایت بکنن به طور ناشناس. همه کیف پولامون هست. خیلی چه خوب شد. من بدون که بگم فهمیدن که ما اینا رو گذاشتیم. ممنون که حواستون هست.